با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما از شبکه تلویزیونی AMG. مهرام ارژنگی هستم، مشاور املاک از تورنتو کانادا، در خدمتتون هستم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خرید و فروش املاک در تورنتو. برنامه امروز ما به بحث پیش خرید و پیش فروش اختصاص داره، بحثی که خیلی از هموطنان عزیز علاقمند هستن بدونن که چه مزایایی داره و چه ایراداتی داره خریدن یک پروژه پیش فروشی یا پیش خریدی. به هر صورت بحثمون رو از قیمت شروع میکنیم. اول از همه یادتون باشه پروژه هایی که میخرین به قیمت ارزون نمیخرین، همیشه پروژه های پیش فروش به قیمت روزه. فرض کنید شما فاز دوم یک پروژه خونه های دیتچ رو دارین میخرین به قیمت 2 میلیون دلار. مطمئن باشین که خونه های مشابه اون در فاز یک که الان تکمیل شده و فروخته شده و الان داره مردم توش زندگی میکنن قیمتش 2 میلیون دلار هست که شما هم دارین 2 میلیون دلار میخرین. فکر نکنین که ارزون دارین میخرین. هر پروژه ای رو که شما دارین میخرین مشابه اون چیزی رو که داریم میخرین اطراف اون منطقه همون قیمت خواهد بود. پس از این نظر که فکر میکنین ارزون میخرین، نه، شما قیمت روز رو داریم میخرین. ولی بیلدر از شما پولش رو امروز کامل نمیگیره. معمولا بیلدرها 20% قیمت خونه رو که حالا میتونه آپارتمان باشه یا میتونه خونه دیتچد باشه یا آپارتمان کاندو باشه، کاندو تاون هاوس باشه، هر چیز دیگه ای، معمولا 20% قیمت رو تا روز تحویل آپارتمان از شما خواهند گرفت. این 20% رو در چند قسط ازتون میگیرن که بهش میگن دیپوزیت استراکچر. دیپوزیت استراکچر یعنی شما یک سری پیمنت هایی رو انجام میدین که تا اون مبلغ 20% رو پر کنید تا روز قبل از تحویل خونتون. روزی که میرین قرارداد میبندین معمولا چکاشو ازتون میگیرند. فرض کنین یک پروژه هستش به قیمت 1 میلیون دلار، 20%ش تا 200,000 دلار رو از شما چک خواهند گرفت در تاریخ‌های مختلف که اون تو اون دیپوزیت استراکچر مشخص میکنه که امروز 5%، 90 روز دیگه 5%، 120 روز دیگه 5%، یا 360 روز دیگه بقیه 5%، و تا مبلغ 20% رو پر میکنه و ازتون میگیره. شما طبق قوانین استان اونتاریو از هر بیلدری، هر پروژه‌ای که بخرین، روزی که چک ها رو تحویل میدین و قرارداد رو میبندین 10 روز حق دارین که قراردادتون رو فسخ کنین. بهش میگن کولینگ آف پیریود. تو این 10 روز شما به هر دلیل دیگه که خوشتون نیومد، پشیمون شدین، میتونین برین و چکاتون رو پس بگیرین. هیچ هزینه‌ای و هیچ جریمه‌ای هم براتون نداره. ولی فرض کنیم شما رفتین چکاتون رو دادین، قراردادتون رو بستین، حالا میخواین در مورد قراردادتون بیشتر بدونین. اولین کاری که من توصیه میکنم به مشتریام انجام بدن اینه که تو اون فاصله 10 روز قرارداد رو ببرید پیش یک وکیل مورد اعتماد ریل استیت و بدین این قرارداد رو مطالعه کنه. هیچ فرم استاندارد قراردادی مثل قراردادهای خرید و فروش خانه توی پیش خرید و پیش فروش ها نیستش. در نتیجه هر بیلدری سبک و سیاق خودش رو تو قراردادهای خودش داره و معمولا این قراردادها طوری نوشته میشن که خیلی یک طرفه هستن. در نتیجه باید مواظب باشین قراردادی که امضا میکنید چی هست و حق و حقوق شما چیه. چیزایی که توی قرارداد حتما به وکیلتون بگین براتون چک کنه، دو قسمت مهمش رو من بهتون میگم. یکی اساینمنت هست و اساینمنت فی. اساینمنت به معنی انتقال قراردادتون به شخص دیگر قبل از اینکه خونه به شما تحویل بشه و سندش به نام شما زده بشه. آیا حق این رو دارین به کسی دیگه منتقل کنین یا ندارین؟ یا اگر حقش رو دارید هزینه‌اش چقدره؟ معمولا توی آپارتمان های بزرگ، پروژه های های رایز و ساختمان های بزرگ، بیلدرها اجازه حق انتقال به شما نمیدن تا مقدار مشخصی از آپارتمان هاشون فروش رفته باشه. مثلا یک آپارتمانی که فرض کنیم 200 واحد داره، شاید بیلدر بگه که اگر من تا 90% این 200 واحد رو نفروخته باشم، شما حق اساین کردن به کسی دیگه، حق انتقال قراردادتون رو به کسی دیگه ندارین. پس حواستون باشه تا روزی که بیلدر اونجا رو نفروخته باشه، 90% اون پروژه رو نفروخته باشه، شما نمیتونین این رو منتقل به کسی دیگه کنین. بعضی از دوستان فکر میکنن که خب من قرارداد امروز میگیرم، سال دیگه
با یه سودی قرار دادم و به کس دیگه منتقل میکنن. اینها رو باید حتما با وکیلتون چک کنید. بعضی وقتا بیلدرها برای اینکه شما اساین نکنین یا یه خورده سختتر بشه براتون اساین کردن، یه هزینه ای براتون میذارن. مثلا میگن 2000 دلار، 3000 دلار اساینمنت فی دارین. شما پروژه رو خریدین، یک سال ازش گذشته، میخواین به شخص سوم، به شخص دیگری منتقل کنین قرارداد رو، حالا با 5000 دلار سود میخوایم بدیم به یکی دیگه، بعد میبینین که 2500 دلار هم بعد از اون 5000 دلار بدیم به بیلدر و اصلا پولی براتون نمیمونه. بقیه‌اش هم بعد هزینه، احتمالاً اگر ایجنتی در درگیر کار هستش هزینه ایجنت بدین. اینه که خیلی مواظب باشین که اگر پروژه‌ای رو می‌خرین که می‌خواین قبل از اینکه کلوز بشه و اون سندش به نام شما زده بشه بخواین به کسی دیگه منتقل کنین، حتما اینها رو با وکیلتون چک کنین که بدونین که آیا میتونین اساین کنین یا نمیتونین. مورد دیگه ای که خیلی مهم هست اینه که تمام پروژه هایی که انجام میشه توی شهرهایی مثل شهر تورنتو و اطراف تورنتو، از نظر شهرداری، چون ساختمان های جدید میاد، شهرداری اینا یه هزینه هایی رو بهشون اعمال میکنن روزی که کلوز میشه، که هزینه ها معمولا هزینه میشه برای پارک، برای مدرسه، اینها که بهش میگن لوی. این بیلدرها بعضیاشون میدونن یا حدس میزنن، بیلدرهایی که خیلی ساختن تو اون منطقه میدونن که مثلا بر اساس هر واحدی چقدر هزینه لویشون میشه و اینها رو روز اول قرارداد به مشتریاشون میگن که شما مثلا 2000 دلار، 5000 دلار، 10000 دلار هم باید هزینه لوی بدین. بعضی بیلدرها نمیدونن و اینو باز میذارن. بعضی بیلدرها تا یه سقفی رو تقبل میکنن. فرض کنیم اگر که 7000 دلار یا 8000 دلار میشه، بیلدر میگه که من تا 5000 دلارش رو تقبل میکنم. این هزینه مشخص نیست تا روزی که پروژه تموم نشه، آماده نشه و دقیقاً بدونن شهرداری چقدر باید پول بدن برای این هزینه. اینه که هزینه لوی هزینه هستش، بعضی سورپرایز میشن روزی که میخوان کلوز کنن، یه دفعه میبینن 10000 دلار باید هزینه لوی بدن. اینها رو با وکیلتون چک کنیم ببینین که چه هزینه هایی رو به غیر از اون 20% که شما پرداخت کردین و ما بقیه 80% که باقی مونده رو در روز کلوزینگ باید به بیلدر بدین. هزینه هایی مثل مالیات HST، هزینه هایی مثل لوی و هزینه‌های مثل لند ترانسفر تکس، اینها رو با وکیلتون حتما چک کنین که روز آخر دچار سورپرایز نشین که این پولای جدید از کجا اومده، من چرا باید این پولا رو بدم. یکی حالا بعد از اینکه شما این همه اوکی بود و تو این 10 روزه رفتین، وکیلتون قرارداد رو خوند و اینا دیگه تموم میشه، شما چکاتون هم دادین، سر ماه بیلدر چکارو میخوابونه به حسابش و شما میرین تا یه مرحله‌ای که شما رو صدا میکنن که در حقیقت فینیشینگ خونه رو انتخاب کنین. فینیشینگ به معنی اینه که معمولاً 3-4 مدل رنگ و نوع کانترتاپ و نوع کابینت و نوع دستشوی توالت و نوع چراغ ها رو اینا رو چیز دارن، بیلدر ها آماده دارن. شما میرین از توی اون سلکشن انتخاب میکنین، من اینو میخوام، من این رنگ رو میخوام، این فینیشینگ رو میخوام، این کانترتاپ رو میخوام یا این بک اسپلش رو میخوام. معمولا 2-3 مدل دارن که استاندارده، چند مدل دیگه دارن که احتمالا گرونتره و بهش آپشن میگن. شما این آپشن ها رو میتونین پولش رو بدین، اضافه تر پول بدین و فینیشینگ بهتری رو داشته باشین. بعد از اینکه فینیشینگ رو هم انتخاب کردین، دیگه پروژه میره تا یواش یواش نزدیکای آماده که میشه. قبل از اینکه به شما تحویل بدن، شما رو دعوت میکنن برای پری دلیوری اینسپکشن، یعنی PDI. PDI به مفهوم اینه که شما میرین توی خونه نگاه میکنین، احتمالاً هنوز یه جاهای خونه ایراد داره، جایی درست رنگ نشده، جایی ضربه خورده، گوشه کانترتاپ پریده، اپلاینسزی که آوردن براتون گذاشتن ضربه خورده، دنت شده روش. اینها رو شما توی پلی دلیوری اسپکشن میتونین با یکی از در حقیقت نماینده بیلدر برین ببینین یونیت خودتون رو و اونجا ریپورت تهیه میکنن که چه ایرادهایی داره و این ایرادها رو روز تحویل خونه بهتون ایرادار برطرف میکنن و روز تحویل میرسه و شما میرین توی خونه. روز تحویل در حقیقت روز تحویل نهایی نیستش، بهش میگن interim occupancy، به مفهوم این که
خونه الان آماده هستش، واحد شما آماده هست، خونتون آماده هست، ولی هنوز سندش آماده نیست، ولی شما میتونین برین توش زندگی کنین. وقتی تو مرحله شما به شما تحویل میدن خونه رو، شما یه هزینه به بیلدر پرداخت میکنین، چون هنوز مورگیج ندارین، هنوز شاید مینتنس فی نداشته باشین، یه هزینه رو بیلدر مشخص میکنه، به بیلدر میدین تا چند ماه آینده که اینها برن و کارهای سندش رو انجام بدن و به صورت هر واحدتون به صورت مجزا سندش آماده بشه و شما رو صدا کنن بگن روز فلان روزی هستش که شما دیگه باید با بانک صحبت کنین، مورگیجتون رو بگیرین و سندش رو به نام خودتون منتقل کنین. روزی که فاینال، در حقیقت روز فاینال هستش، روزی هستش که دیگه شما مورگیجتون رو میگیرین و سند اون واحد به نام شما میشه و شما مالک واحدتون میشین. حالا در قسمت بعدی برنامه در مورد این صحبت میکنیم که حالا چه مزایایی داره و چه ایراداتی داره پیش فروش خریدن خونه و پیش فروش خریدن آپارتمان، کاندو آپارتمان اور کاندو تان هاست. تو قسمت دوم برنامه رو بهتون توضیح میدم. با هم دیگه میریم یه استراحتی میکنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستم. خب دوستان عزیز، تو بخش اول برنامه صحبت کردیم در مورد پیش خرید، چجوری پولش رو پرداخت میکنیم، چجوری کلوز میکنیم، مرحله تا کلوزینگمون چه مراحلی است، با وکیلمون صحبت میکنیم. تو این قسمت برنامه بیشتر صحبت میکنیم در مورد اینکه اینا چه مزایایی داره، چه ریسکایی داره، به چه چیزایی حواسمون باشه و به چیزایی حواسمون نباشه به قول معروف. یکی از چیزایی که مهمه طبق هر گونه سرمایه گذاری توی ریل استیت لوکیشنه. شما اول از همه حواستون باشه کجا دارین میخرین، تو کدوم شهر دارین میخرین، تو کدوم منطقه دارین میخرین. لوکیشن اولین حرف رو توی ریل استیت میزنه. همیشه یه تحقیقاتی بکنین در مورد قیمتهای خونه تو اون منطقه، ببینین چطور بوده، چه اشخاصی تو اون منطقه زندگی میکنن و کلن هر چیزی که در مورد لوکیشن براتون مهم هست، مثل ترانسپورتیشن، مثل مدرسه ها، بزرگراهای اصلی، شاهراهای اصلی، نزدیکی به محل کارتون، اونها رو همیشه در نظر بگیرین قبل از اینکه روی پروژه سرمایه گذاری کنین. مورد دوم این هستش که اگر که پروژه رو برای زندگی نمیخواین و به عنوان سرمایه گذاری دارین بهش نگاه میکنین، حتما با یه مشاور املاک و یک وکیل مجرب قراردادتون رو اول هماهنگ کنین و مطمئن باشین که پروژه درستی رو دارین میخرین و هزینه های قابل پیش بینی و آخر سر براتون پیش نیاد که اینوستمنتتون رو کلن زیر سوال ببره. در مورد خونه و آپارتمان، دو مدل اینوستمنت داریم کلن بهتون گفتم که پیش خرید و پیش فروش داریم، یا خونه است یا که فری هولده، یا آپارتمان و کاندوتان هاست هستش. در مورد خونه چیزی که باید توجه کنین اینه که روزی که شما رو توی سلز آفیس میرین و به شما یه خونه ای رو پیش فروش میکنن، یه عکس 3D خیلی شیک و تر و تمیز بهتون نشون میدن با یه دونه نقشه زمین و خونه رو به شما میفروشن. وقتی میفروشن دیگه به شما نمیگن که این خونه احتمال داره که روی تپه باشه، شیب داشته باشه، به حیات شهر خیلی شیب داشته باشه، یا برعکس شیبش برعکس باشه و به سمت خونه بیاد.
اینها رو حتما با بیلدر چک کنین، ببینین که اون یونیتی که شما دارین میگیرین آیا اطلاع دارن که در کجا میفته، در حقیقت کجای زمین هست، شیب زمینتون چجوریه. من خونهایی دیدم که حیاتش اینجوریه شیبش، یعنی در حقیقت شما توی حیات صندلی که میذاری همینجوری لیز میخوری میره تا اون بره حیات، برای اینکه روزی که خریدار میخریده بیلدر بهش نگفته که ما روی شیب هستیم، این یونیت شما روی تپه میفته، روی شیب میفته. خیلی باید حواستون باشه روی فری هولدا که میخرین، چون مثل آپارتمان نیستش که همشون مثل هم باشه. خونه های فری هولد که میخرین روی زمین ساخته میشه و زمین همیشه صاف نیستش، زمین شیب داره و این شیب ها رو بیلدر نمیاد همش رو صاف کنه، که احتمال داره بعضی جا حالت تپه مانند بره بالا بیاد پایین. اینه که همیشه مواظب باشیم که خونتون خیلی شیبش بد نباشه. هر خونه یه شیبی داره استاندارد، بالاخره نمیشه گفت همه خونه ها فلتن، ولی شیب هایی که به سوی خونه هستش، یعنی حیاتتون برعکسه، اینجا خونه هستش و اینجا حیاته، این شیبی که به سمت خونه هستش شیب خوبی نیست، یا اگه کج هستش حیاتتون کجه شیب خوبی نیستش. اینها رو خیلی باید مواظبش باشین. مورد دیگه این هستش که شیر آتش نشانی، کسی دوست نداره جلو خونه‌اش یه دونه شیر آتش نشانی باشه که تو فاصله 20 متری یا 40 متریش نتونی ماشین پارک کنی. اینها رو معمولا بیلدر به شما نمیگه، وقتی اونجا رو ساختن خونه رو به شما تحویل دادن متوجه میشین که یک شیر آتش نشانی جلوشه یا یه دونه شیر آتش نشانی تو حیاتتونه. به جز شیر آتش نشانی میتونه باکس برق باشه، میتونه باکس تلفن باشه، میتونه استورم درین باشه توی حیاتتون. استورم درین دریچه های بزرگ فاضلابه که هر چند تا خونه توی مناطقی که میسازن ساب دیویژن ها، هر چند تا خونه یکی از اینا توش هست که آبهای سطحی که بارون میاد و برف میاد جمع میشه، از چند تا خونه میره تو اونجا. معمولا خودتون حس بزنید دیگه، یه دریچه بزرگ به این بزرگی توی حیاتتون چه اتفاقی برای سرمایه گذاریتون میفته. حواستون به اینجور چیزا باشه، اینها رو چک کنید. اگر که بیلدرتون اطلاعات بهتون نمیده، ریسکش رو بپذیرین که این اتفاق شاید بیفته. شاید یونیتی که شما میخرین یکی از این یونیت ها باشه که جلو شیر آتش نشانی در میاد، پشتش هم استورم درین در میاد، حیاتش هم کج میشه. این دیگه با خودتونه، حداقل با چشم باز خرید کنید. مورد دیگه در مورد فینیشینگ ها هستش. سعی کنید حتما فینیشینگ ها رو ببینید. فینیشینگ هایی که روی عکس انتخاب میکنین، این جنس رو میخوام، اون جنس رو میخوام، بدونین که جنسش رو واقعا ببینین، این رنگ رو میخوام، اون رنگ رو میخوام، بدونین که خودش رو لمس کنین، خیلی فرق داره با اون چیزی که تو عکس میبینین. بعد خونه رو که بهتون تحویل میدن میبینین که نه، این کابینتون کابینتی نیستش که شما تو عکس فکر میکردین. در نتیجه حتما وقتی یه دونه آپارت خونه ای رو پیش فروش میخرین، حتما برین نمونه هاشو ببینین، نمونه های اپلاینسزی که دارن استفاده میکنن، اگر اپلاینسز استفاده میکنن، چون بعضی بیلدرها دیگه اپلاینسز هم نمیدن بهتون، شما خودتون باید برین بخرین، جزء هزینه هایی میشه که روز آخر باید حساب کنین. کابینتتونه، دستشویی، توالتاتونه، کلید پریزاتونه، اینها رو قبلش چک کنین با بیلدر، مطمئن باشین که چه چیزی رو دارین میخرین و با چه کوالیتی دارین میخرین. ولی توی آپارتمان خیلی از این مشکلات رو ندارین. توی آپارتمان، برای اینکه آپارتمان پیش فروش آپارتمان عملا خیلی استریت فوروارد تر از خونه هستش دیگه، این مشکل شیب و استورم درین و شیر آتش نشانی نداره. تو آپارتمان یه دونه طبقه هست، یه دونه نما هست. وقتی آپارتمان میخرین، پیش فروش میخرین، مثل خونه لوکیشن لوکیشن لوکیشن، اولین حرف رو لوکیشن میزنه. همون چیزی که روی لوکیشن نبود خونه بهتون گفتم، رومون هم صادق هستش. مطمئن باشین که به مدرسه‌تون، مدرسه بچه‌تون نزدیکه، به محل کارتون دسترسی راحت دارین. اون بحثایی که روی لوکیشن میکنیم هم رون برقرار هست. اگر برای سرمایه گذاری میخرین، باز هم اون بحثای لوی و اون کاری که وکیلتون باید انجام بده، هزینه‌هایی که باید روز آخر بدین، اونها رو همیشه بررسی کنین. توی آپارتمان ها بعضیاشون که توی جاهای خوب هستش، خب رشد خوبی میکنن. مثلا آپارتمان هایی که میدونین که توی مسیری هستش که قراره توش خط سابوی جدید بیاد، خط ترانزیت جدید بیاد، اینها مناطقی هستن که احتمالاً وقتی که شما بخرید تا زمانی که آماده بشه، 2-3 سال که این پروژه طول میکشه، یه اتفاق تو اون منطقه میفته و قیمتش بالاتر خواهد رفت. اینا سرمایه‌گذارهای خوبی هستن. آپارتمان هایی که توی مناطقی هستن که میدونین جمعیتش رو به رشده،
یا یک ملیتی اونجا دارن زندگی میکنن که دیمندش زیاده، درخواستش زیاده و آپارتمان اونجا کمه. از اون میدونین که این آپارتمان خوبی است که اگر بخرین قیمتش رشد خواهد داشت. چیزی که توی آپارتمان باید دقت کنین، توی کاندو آپارتمان باید دقت کنین اینه که کاندو آپارتمان ها معمولا پارکینگش رو جدا میفروشن، انباریش رو هم جدا میفروشن. اگر در وسعتون هست حتما یه پارکینگ بگیرین و حتما یه انباری بگیرین. همیشه برای همه کسایی که یه آپارتمانی رو میخوان بخرن مهم هستش که مخصوصا تو شهر تورنتو که شهر بزرگیه همه یه ماشین رو دارن، پس حتما اگه آپارتمان میخرین با پارکینگ بخرین، نذارین آپارتمان بدون پارکینگ نخرین که بعدن که خونه رو تحویل دادن آپارتمان فروش رفت، پارکینگ هم فروش رفت، شما دیگه بدون پارکینگ بمونید. و واحد بدون پارکینگ معمولا تو تورنتو و شهرهای اطراف تورنتو عملا خیلی ایراد بزرگی هست، مخصوصا مناطقی که شلوغ هستن مثل مناطق نورت یورک، مارکام. اگه میرین و پیش خرید میکنین حتما پارکینگ بخرین. انباری هم مهمه. همه آدم ها که میان بالاخره یه سری وسایلی دارن که استفاده نمی کنن، مثل چمدون اینا، میخوان تو انباری بذارن. حتما پول انباری و پول پارکینگ رو حساب کنین توی محاسباتتون که دارین سرمایه گذاری میکنین و یونیتتون رو با آپارتمان انباری بخرین. یکی دیگه از چیزهایی که توی آپارتمان ها باید دقت کنین هزینه مینتیننس فیه. همیشه دقت کنین که هزینه مینتیننس فیتون چقدر هست. معمولا آپارتمان هایی که مینتیننس فیشون پایین هست از مقبولیت بیشتری برخوردارن، مردم زودتر میخرن. وقتی زودتر بخرن و هزینه هاش پایین تره، زودتر میخرنش و بیشتر دیمند روشون هست، در نتیجه اونا افزایش قیمت بیشتری خواهد داشت در آینده با عنوان اینوستمنت. آپارتمانی که هزینه های جاری ماهانش 1.5 برابر یه آپارتمان دیگه است، مطمئنن از درخواست دیمند کمتری برخوردار خواهد بود. بحث دیگه ای که هست اینه که ساختمان های جدید اکثرا ساختمان های گرین هستن، یعنی برای اینکه هزینه های جاریشون بیاد پایین این ساختمان ها رو با روش هایی ساختن که از نظر انرژی افیشنت هستند و کمتر برق و انرژی مصرف میکنن. این ساختمانایی که گرین هستن خب در نتیجه مینتیننس فیاشون هم پایینه، هزینه جاریشون پایینه، مینتیننس فیاشون پایینه. یکی دیگه از مواردی که روی هزینه های جاری ساختمان و مینتیننس فی تاثیر داره اینه که کی داره مدیریت میکنه اونجا رو. معمولا بیلدرهای بزرگ شرکت های پراپرتی منیجمنت های خودشون رو دارن و که ترک رکورد خوبی دارن و دقیقاً وقتی شما از یه بیلدری می‌خرین و می‌دونین که این آپارتمان که دارین می‌خرین توسط این کمپانی منش خواهد شد، خیالتون راحته. این اگه اطلاعات رو ندارین میتونین از ریل استیتتون یا مشاور املاکتون بگیرین یا خودتون میتونین تحقیق کنین ببینین این بیلدر چقدر بیلدر سرشناسی هست و آیا پراپرتی منیجمنت خودش رو داره نداره و ترک رکوردش رو ببینین. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه توی آپارتمان ها اینه که کی داره مدیریت میکنه آپارتمان ها. اون هستش که تعیین میکنه که این آپارتمان درست مدیریت میشه تا 10 سال آینده، تا 5 سال آینده، یا اینکه اشتباهات زیادی خواهند کرد و هزینه های جاریتون بالا خواهد رفت. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهمه در مورد آپارتمان اینه که بیلدرش کیه. یعنی قسمت عمده اینه که بیلدر کیه. بیلدر به معنی کسی که میسازتش، آیا این کمپانی که این آپارتمان رو داره میسازه و به شما میفروشه آیا قبلا ساخته، ترک رکورد داره تو منطقه، قبلا ساخته، میدونه چیکار داره میکنه، کیفیت کارش چطوره. اینها رو همه رو میتونین مشاور املاکتون میتونه بره براتون تحقیق کنه و در بیاره که این بیلدر چطور بیلدر، چه جور بیلدری هست و کوالیتی کارشون چطوره. معمولا خود من با بیلدرهایی کار میکنم که معروف هستن، بیلدرهای شناخته شده شهر هستن، پراپرتی منیجمنت کمپانی خودشون رو دارن، ترک رکورد خوبی دارن که بعدن دچار مشکل نشین. کمپانی هایی که تازه اومدن، اولین آپارتمان کاندویی که دارن میسازن، اینها یه خورده ریسکی هستن چون معمولا اولین پروژه اشتباهات زیادی توش میشه. در مورد کیفیت هم صحبت کردیم، در مورد بیلدر هم صحبت کردیم. پریدی ماچ تقریبا تمام مواردی که لازم بود رو روی پیش خرید آپارتمان ها کاور کردیم توی این برنامه.
اگر باز هم سوالی بود در مورد پیش خرید پروژه های خونه ای ساختمانی میتونین به برنامه ما ایمیل بزنین، زیر ویدیو ما کامنت بذارین و ما به کامنتاتون و ایمیلاتون جواب خواهیم داد در اسرع وقت. واسه خیلی خوشحال شدم از برنامه امروز که در خدمتتون بودم. امیدوارم با برنامه‌های بعدی باز هم در خدمتتون باشیم.